سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوشوقتم که بعد از مدت‌ها ما یک نشست نقد و بررسی رو دوباره می‌خوایم برگزار کنیم در گروه سینمای هنر تجربه با یه فیلم خوب و یه کارگردان خوب و خوشتیپ و با حضور یک منتقد خوشتیپ که جان شام. نه شامو که دانشجوهای شما می‌خوام بدن. حالا که اینجوری شد میگم امشب در جمع ما دانشجویان عزیز سینما و جمعی از شاگردان آقای کوروشنیا هستند. من یه خبر خوب بدم بهتون، همه شمایی که اومدین 3 نمره کلاسی دارین، هر کم نیامده افتاد. خب من دعوت میکنم از آقای کوروشنیای عزیز، کارگردان محترم فیلم، و محمدرضا مقدسیان، منتقد خوب فیلم، که بله تشریف بیارین. ایشون هم دعوت میکنیم حتما. شما اول بشین، متهم اصلی وسط میشین آقای کوروشنیا. خب صندلی آقای باقری رو هم بذارید. آره الان میگم چه دوستان. اولش ما شروع کنیم، فیلم خوبی بود. آره من خوشم اومد. آره کی جرأت داره میگه؟ مگه نه کی جرأت داره؟ خب آیه فارس باقری هم اگر کنم ایشون یه با دو سه دقیقه ظاهرا برای اسموکینگ تشریف بود. بسیار عالی. خب آیه مقدسیان خیلی خوش اومد میگم. قربون شما. خیلی خوشنه. محمدرضا عزیز رو ندیدیم. خب تو آقای باقری بیان و مباحث جدیتر رو با حضور ایشون و ممرزا شروع بکنیم. ما با شما رو با فیلمنامه های خیلی خوب میشناسیم که هم نمایشنامه های خیلی خوب، هم فیلمنامه های خیلی خوب که هم تو عرصه سینما با سریال سازی با استقبال همراه شده، هم تو تئاتر. حالا برای اینکه بیشتر با حال و هوای فیلم آشنا بشیم، مداد جان بگو چطور شد که اصلا به این فیلمنامه رسیدی تا بعد وارد مسائل جدیتر بشیم با حضور آقای باقری؟ من اول سلام میکنم خدمت همه دوستان. روشنه یا نه؟ روشنه. در درجه اول بگم که خواهشم اینه امروزی خود من کم حرف بزنم، چون بیشتر ماجرا اینه که ما حرفامون رو پرده زدیم دیگه، بشنویم بیشتر. فقط حالا اینو چون دستور فرمودین. ماجرا از این قراره که توی خب 20 ساله، یعنی دو دهه کامل که من مشغول نمایشنامه نویسی بودم، از سال 95-96 هم به صورت جدی دیگه هم سریال ها، سه تا سریال و سه تا فیلم سینمایی رو ما فیلمنامه هاشو نوشتیم. یه مشکلی که من اونجا داشتم این بود که خب وقتی شما به عنوان فیلمنامه نویس دعوت میشی، کاری که بهت سفارش داده میشه رو باید بنویسی، یعنی به نحو احسن باید کارتو انجام بدی. اما ماجرا اینه که خیلی سوژه و موضوع دلتو نیست. ما به هر حال به عنوان تکنسین این رشته، به عنوان کارکرده این رشته، موظفیم که در بهترین شکل ممکن، به خصوص تو عرصه صنعت سریال سازی که خب مخاطب مشخصه، مدیوم مشخصه، خیلی دوست داشتم که همونجوری که تو تئاتر من خیلی علاقمند به موضوعات خورده بطنی‌تر و فلسفی‌تر و در این آقای باقری ما آقای باقری خواهش می‌کنم تشریف بیاریم بالا. تشریف هم رو کنیم. تشریف بفرمایید آقای باقری. خیلی علاقمند بودم که اینو عرصه. چون یه خود این مدلی هم شده بود، چون ما رو دو دهه میشناختیم، میگفتن که آقا تو نمایشنامه یه چیز دیگه است، این سریال ها کاری که میکنی یه چیز دیگه است. خیلی دوست داشتم که اون چیزی که خودم در سینما مد نظرمه، یعنی سلیقمه، یک بار تجربه کنم، بسازم خودم به عنوان این که. و خب این سوژه رو تقریبا این موضوع رو از چندین سال ما داشتیم و شروع کردیم خودکوش کار کردن. تا
تنها مشکلی که برامون پیش اومد این بود که مجبور بودیم خیلی سریع به دو دلیل، یک دلیل کمبود هزینه و اینی که من سرمایه‌گذار فیلم خودم بودم، خیلی خیلی با سرعت همه کار رو انجام بدیم که بتونیم از پس هزینه ها برمیاییم، چون با قول دوستان دیگه این فیلم حالا قبلا یه واژه وجود داشت به اسم لوباجت، تقریبا میشه گفت یخباجت بود، هیچ پولی نبود و ما مجبور بودیم با هیچی، ولی خب در این حال عوامل، همه عوامل، یعنی از فیلم بردار، تدوینگر، تمام عوامل، بازیگرها، خب یک شکل کاملا همه حرفه‌ای، کار کرده، کار بلد. تنها مشکل همه این پروژه مهداد کوروشنیا بود که پول نداشت، مجبور خود زود و با تعجیل کار جمع بکنه. ولی در نهایت من خوشحالم به عنوان اولین فیلم و با سرمایه شخصی یه فیلمی ساختم که امروز میتونم ازش دفاع کنم، بگم آقا موضوع درستی داره، یه نگاه فرهنگی داره. کلیت ماجرا در همینه دیگه. بسیار آقای باقری، خیلی خوش آمد میام خدمتتون. من خیلی خوشبختم که بعد از مدت‌ها شما رو می‌بینم. ممنون در خدمت شما هستیم. از اینجا به بعد دیگه به قول معروف کاپیتان اصلی شمای دیگه. نه با ما که صدای من آره. آیا ما بری؟ نه بفرمایید. کسوت و قدمت و غلظت و همه چی راحت بشه. خواهش می‌کنم. خب به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و باعث خوشحالیه که امروز در خدمتتون هستم. خب یه مقدار توضیح بدم در مورد اینکه به هر حال من با مهداد عزیز اولین بار کی صحبت کردیم در مورد اکران این فیلم که گفتی قرار بود اکران بشه و بعد به تعویق افتاد و توی مهر ماه بود. آره شهریور ماه بود و خب چون ایونتش قرار بود 14 بود. آره. آره. و من این با افتخار این قول رو به مهداد داده بودم که باشم توی این جلسه، حالا به دلایلی که هممون ازش آگاهیم به تعویق افتاد این جلسه و به امروز موکول شد. حسب قول و قراری که داده بودم فکر می‌کنم اخلاق و قول و قرار این روزو برای هممون خیلی مهمه دیگه. امروز در خدمتتون هستم با افتخار البته. البته خب امیدوارم که یه روزایی بهتری هم اتفاق بیفته که همه هموطنانمون با هر سلیقه و تفکری حالشون خوب باشه، بتونن تو کشور عزیزمون ایران که مال هممونه خوب زندگی کنن. و هیچ سینماگری و هیچ تئاتری، هیچ بازیگری، هیچ نمایشنامه‌نویسی اونجایی که نباید نباشه، همه آزاد باشن، همه کنار هم بتونیم گپ بزنیم. قرار از اینکه به حال چون دیروز انجمن منتقدین یه بیانیه امضا کرده بودن و اعلام کرده بودن، جدا از اینکه من نظرم چقدر موافق یا مخالف این دوستانه، خواستم توضیح بدم که امروز با چه نیتی در خدمتتون هستم. اما بریم سراغ اصل ماجرا. تو متولد 27 آبانی؟ خب یه خود از نارسیس قربون خودت رفته بودی تو فیلم دی تقریبا. عرضم به حضورتون که چون الان مهداد، من افتخار دوستی باهاش رو چند سالیه که دارم و خیلی دوستش دارم و میدونم انسان بسیار فرهیخته و اهل گفتگویه و نقد پذیره، امروز اگر اجازه بدین هم از در واقع از ساحت نقد وارد فیلم بشیم. طبیعتا هدفمونم اینه و گفتگو بکنیم. حالا اگر جایی من در تعریف از فیلم خطا کردم به هم بگین، یه جایی اگر در ایراداتی که توی فیلم هست و مطرح میکنم باز به هم بگین تا این گفتگو ایشالله به نتیجه خوبی خط بشه. قبل از اینکه جلسه شروع بشه بعضی از بچه‌هایی که حالا باهاشون گپ میزدم در مورد این گفتگو میکردن که آقا تصور میکردم من فیلم رو ندیدم، گفتن که خب چون میدونستم من بیلگه جیلان رو خیلی دوست دارم، گفتن که میری و یه فیلمی تو فضای بیلگه جیلان میبینی و اینها. من خب فیلمو قبلا دیده بودم، الان یه تغییراتی توش اتفاق افتاده که خیلی بهتر از قبل هم شده. اگر اجازه بدین نرم سراغ بیلگه جیلان، به خاطر اینکه هم این فضا مرتبطه به سینمای بیلگه جیلان هست و هم نیست. من اجازه میخوام که در مورد خود مهداد کوروشنیا و فیلمش صحبت کنم. درام شخصیت محور و اون چیزی که مزیت فیلمه و همزمان میتونه خیلی خطرناک باشه برای این شکل از روایت، اینه که اون چیزی که محور اصلی داستان رو شکل میده در قالب دیالوگ ها نیست که منتقل میشه،
و خب این به حال یه ریسک خیلی بزرگه که مهتد گروشنیا کرده در این فیلم. طبیعتا خب شما بهتر از من میدونید، همه تو متخصصین، اهل مطالعه، میدونین که نمایشنامه رادیویی نوشتن و ازش فیلم برداری کردن این روزا سنت فیلمسازی ایرانه و خیلی جای دیگه. یعنی شما میتونید تصویر رو نبینید و بفهمید که ماجرا از چه قرار. اینکه مهتاب تلاش کرده، آقای کوروشنیای عزیز تلاش کرده برای اینکه بتونه با تصویر و با صدا داستان خودش رو روایت بکنه، به نظرم اتفاق جالب توجهیه. اما خب آیا این فرایند بی‌نقصی است؟ نه. آیا صرف اینکه ما در نظر بگیریم که فیلم به قول خودش یخ باجت، من ترکیم خوب نیست، چیز زشتی نگم یه دفعه، یخ باجت، آره، بی بودجه‌ای نباشه، این تیکش رو بدن در بیاریم، یا مثلا فیلم اول باشه و اینا، البته که قابل درکه و حتما بهش توجه میشه. اما خب قرار نیست که ما پشت همه این توضیحات بخوایم پناه بگیریم و در مورد فیلم صحبت نکنیم. اول تکلیفم با فیلم معلوم کنم که به عنوان فیلم اول، فیلم بسیار بسیار قابل توجهیه نسبت به سایر فیلم اولی هایی که تو جشنواره، تو ادوار مختلف، تو این چند سال اخیر حداقل من دیدم، و نسبت به خیلی از فیلم های دیگه‌ای که فیلم اول نیستن هم فیلم بهتری. اما خب ما در مورد خودش و ایرادات خودش اگه بخوایم حرف بزنیم، یه مسئله محوری توی فیلم هست که اگر موافق باشیم ما از اون منظر وارد بشیم. دو رویکرد میشه در مورد فیلم داشت. یه رویکرد روایتگری و فیلمنامه‌نویسی و شخصیت پردازیه که در موردش حرف خواهیم زد، حالا به اندازه که وقت باشه و فرصت اجازه بده، و یک بحث در واقع درونی مرتبط با نتیجه نهاییه که نگاه ویژه مهتاب کوروشنیا به مسئله روانشناسی مشخصا، که حالا اون رو هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اما اون چیزی که برای من مسئله است و این روزها فکر میکنم خیلی لازم داریم که، یعنی خیلی ضروریه که بهش فکر بکنیم، مسئله تقاضا پس دادن، تاوان دادن، مرزهای اخلاقی رو رعایت کردن و مسئولیت پذیریه. اینا کلید واژه هایی که به نظرم توی این فیلم داره در موردش صحبت میشه. من اول مقدمه هر رو میگم، حالا یه ذره مقدمه هم طولانی شد، کوتاه میگم و بعد میرم در مورد این حرف میزنم که چقدر توی فیلم تبدیل شده به روایت، تبدیل شده به تصویر، تبدیل شده به قصه، تبدیل شده به داستان. مسئله اصلی آبان چیه؟ مسئله اصلیش اینه که کاری رو کرده، خطایی ازش سر زده که حالا دیگه نمیتونه از پس بار گناهش بر بیاد. این یه خطیشه. حالا چرا آبان باید کسی باشد که از نتونه از پس بار این گناه بر بیاد؟ به خاطر اینکه کلن آدم ایدئالیستی ترسیم میشه توی فیلم. حالا این محیطبان بودنش و دقتش نسبت به درختها، محیط زیست، اخلاقیات، جنگل، توجهش به بچه‌ها، توجهش به سالم کار کردن، واکنشی که به همکارش نشون میده بابت اینکه حالا میگه 4 تا درختم بفروشیم و بریم مثلا یه دونه ماشین بخریم و اینا، برخورد جدی که باهاش میکنه، این کدایی که داره فیلم نامه به ما میده که آقا این آدم چارچوب داره، اخلاق مداره، خیلی جدیه. خب طبیعتا این آدم ازش انتظار نمیره که بتونه کسی رو زیر بگیره، دفن بکنه و بعد به راحتی از پسش بر بیاد. در نهایت هم میبینیم که تلاش میکنه این اتفاق رقم نخوره. اما یه سوال پیش میاد که حالا خوبه خود مهداد، آیه باقری عزیز و شما مگر به حال شرایطش رو علی فراهم بکنه در موردش حرف بزنیم. 15 سال از اتفاق میگذره و یک تصادف مشابهی، یک صحنه مشابهی توی یک جاده جنگلی اتفاق میفته. قبل از اون آبان عاشق یک دختری بوده، میخواسته باهاش ازدواج بکنه، کار جدی خودش رو ادامه میداده، آدم ایدئالیستی بوده، در تلاش بوده که محیط زیست رو حفظ بکنه، جلوی قطع غیرقانونی درخت‌ها رو بگیره و همین چیزی که خودتونم دیدین. طی یک اتفاقی زخم کهنه ای سرباز میکنه. تا اینجاش فکر میکنم همه با هم همداستانیم. اتفاق مشابه، تصمیم میگیره که بچه رو به بیمارستان برسونه و و و. حالا یه سوال پیش میاد. آدمی که با این حجم از اخلاقیات داره زندگی میکنه، با این غلظت در واقع شدید از اخلاقیات داره زیست میکنه، چطور تونسته 15 سال دووم بیاره؟ خب احتمالاً این سوال برای هممون پیش میاد و انتظار داریم که یا تا قبل از وقوع اون اتفاق و شوکی که بهش وارد میشه و تحولی که توش اتفاق میفته و مقدمه تحول در واقع رقم میخوره،
یک رگه هایی از اینکه این 15 سالو چطور پشت سر گذاشته ببینیم، یا اینکه در ادامه توی در واقع اعترافاتی که میکنه و توضیحاتی که میده و موقعیت هایی که ایجاد میشه بتونیم اطلاعاتی دریافت بکنیم که متوجه بشیم که اون 15 سال رو به راحتی پشت سر نذاشته. کسی که اصرار داره جسد رو از زیر اتوبان در بیارن طبیعتاً نمیتونه 15 سال رو به راحتی پشت سر بذاره. حالا من دو تا چیز به ذهنم رسید، البته که اون سکانس مشاوره و روانشناس و روانکاو و اینها رو هم توی فیلم دیدیم و یه توضیحاتی در مورد این که در بچگی چنین و چنان و از این حرفا که البته توضیحات دقیقی هم بود، اما اون چیزی که به ذهن من میرسه که حالا دوست دارم خود مهداد اگر از ضروری دونست در موردش صحبت بکنه اینه که ما با دو مدل میتونیم به این قضیه روبرو بشیم. یا میتونیم بر مبنای قواعد علم روانشناسی و روانپزشکی با قضیه روبرو بشیم و بگیم که آبان دچار یک فراموشی انتخابی بعد از حادثه شده که حالا توی در واقع PTSD و اینها زیاد اتفاق میفته، یعنی یک اتفاق خیلی تروماتیکی که روان توان تحملش رو نداره و اون مقطع رو به کلی از روان خودش حذف میکنه. اینو در مورد کسایی که تو جنگ ها و اینها شرکت میکنن خیلی اتفاق میفته و بعد یک بزنگاهی یا باید بر مبنای PTSD با قضیه روبرو بشیم. خیلی مخلصیم و بگیم که خب این آدم علارغم همه اخلاقیاتی که رعایت میکنه به شکل ناخودآگاه یک مقطعی از زندگیش رو فراموش کرده برای اینکه بتونه زنده بمونه، این روانش زنده بمونه. خب برای ماجرای PTSD و فراموشی انتخابی باید در فیلم کدی ببینیم، یا اینکه بگیم که این به عنوان یک نقص در فیلم وجود داره. چرا من دست میذارم رو این نقطه؟ به خاطر اینکه نقطه کلیدی کل داستانه. ببینید ما داریم از لحظه تصادف به بعد یه آدمی رو میبینیم که شدیداً اصرار داره که آقا من یکی رو کشتم. اونا میگن آقا نه نکشتی، ولش کن، بی خیال. میگن نه من شاهد دارم. میره قفور رو میاره، میره جا رو پیدا میکنه. این تلاشا پشت سر هم داره ادامه پیدا میکنه. ما باید یک ضرورتی حس بکنیم برای این حجم از تلاش. این ضرورت باید از کجا حاصل بشه؟ آیا من به عنوان مخاطب به واسطه حس بدی که نسبت به بچه کشی دارم میتونم جای اون شخصیت رو پر بکنم و بگم حالا اگه تو فیلم نامه چیزی نیست بچه است دیگه، آقا این بچه رو کشته باید پیگیری کن. ما وقتی داریم فیلم نامه می‌نویسیم یا داریم فیلم تحلیل می‌کنیم خیلی کاری با این نداریم که مخاطب چه حسی داره. ممکنه یه مخاطبی این فیلمو ببینه که اصلا اعتقادی به ماجرای بچه‌ها و حساسیت‌هاش نداشته باشه. خود فیلم باید بتونه این داده‌ها رو به ما منتقل بکنه. پس رفتار در واقع آبان بعد از اون اتفاق رفتار بسیار بسیار جدی، و اگر مثلا داریم یه کاری بکنی یا این روزا همش نگرانیم یکی کاری بکنه و این رفتار خیلی توماچ باید مقدمه داشته باشه. اگر PTSD رو بهش اشاره میکردم من میپذیرفتم، میگفتم آقا یه اتفاق تروماتیک افتاده فراموش کرده، اما چون بهش اشاره نمیشه من نمیتونم درک بکنم که بعد از اون تصادف چه اتفاقی برای آبان میفته که این حجم از در واقع اتفاقات پی در پی براش رقم میخوره، چون به هر حال رفتارهای متحورانه و حتی شاید غیر منطقی ازش سر میزنه. مشخصا اینکه خودش رأساً اقدام میکنه برای دستگیری قاتل دختر بچه بعد از اینکه مثلا سپر یا نیسان رو جلوی نمایشگاه میبینه، این مال یه آدمیه که خیلی این مسئله براش مهمه. خب این خیلی مهم بودن رو ما باید درک کنیم، یا باید یه فنر 15 ساله رو ترسیم بکنیم توی داستان که در رفته، یا صرفا بگیم آقا 15 سال گذشته میخوایم من دیگه حرف نزنم. حرفم تکراریه دیگه، ببخشید. مسئله اینه که من سر این قضیه هنوز نکته دارم و فکر میکنم پاشنه‌هاشل فیلم بسیار بسیار دوست داشتنی و مهم مهتاد کوروشنیا اینه. از پاشنه‌هاشل هم شروع کردم که بعدا که تعریف کردم یه بیشتر خوش بگذره بهم. شما بجوری نظرتون رو منم نظرم بگم. شما حرف بزنید. تو زدی. نه آقای باقری شما بفرمایید. این نکته بگو چون منم ایشون با من دفاع آخر یه صحبت کنم. اصلا باور نمی‌کنم مهتاد بچه مظلومی باشه. خب عرض کنم خدمتتون، من سلام عرض کنم خدمتتون، کسب اجازه از دوست عزیز دوستان عزیز
کوریجنیا و دوستای عزیز. من سعی میکنم فهم خودم رو از این فیلم بگم. این فهم منم در واقع مسابقه در واقع یه چیز همگانی نیست. فهم من از این متن، مواجهه اولیه من با یه متنی که آقای کوریجنیا در واقع ساختتش، منم از این که کار اول آقای کوریجنیاست و برون کار اول، نه این که در واقع این پوان کمیته امدادی باشه به مثلا فرض کن فیلم اولی ها میدیم، نه نه، فیلمی قابل قبول و قابل احترام و فیلم شریفیه. سعی میکنم فهمم و از اون چیزی که هست بگم، با اینکه حالا مثلا فرض کن به لحاظ فنی یه شتاب زدگی مثلا توش وجود داره و خودش دلیلش رو در واقع بخشش رو گفت و با بودجه بسیار کمی ساخته شده، توی نزدیک 23 یا 24 جلسه فیلم برداری شده، این اطلاعات کمیه که فقط میدونم، من چیزهای دیگه در واقع نمیدونم، ولی قطعا کار قابل احترامیه برای کار اول. این فهمم رو در واقع سعی میکنم با شما در میون بذارم. من برای که این فهمم رو توضیح بدم سعی میکنم اول این قصه ای رو که من فهم کردم توضیح بدم، ببینم این قصه ای که من دریافت کردم ممکنه با قصه ای که شما دریافت کردین یکم تفاوت داشته باشه. در واقع آبان یه مردی جوونیه که اینجایی نیست، در کودکی پدر مادرش از دست داده، بعدها از شهر دیگه به عنوان یه غریبه بیگانه تو این شهر اومده، بعد کاری پیدا کرده توی چوب بریه در واقع کار میکرده، همزمان که 15 سال پیش بوده در واقع توی یک تصادف یا یک حادثه یک دختری رو در واقع زیر گرفته و پنهونی خاکش کرده و هرگز به زبون نیاورده. الان در واقع توی این سالهایی که توی این چوبوری است از دختر صاحب چوبوری که اونم در واقع شوهرش و در شوهر اون صاحب چوبوری فوت شده و عموی صاحب چوبوری که مردی با برادرش که در واقع عموی دختر به اسم سحر هست از دنیا رفتن و صاحب چوبوری الان خانمیه که خانم ادبی بازی میکرد و این دختری که در واقع سحر هست علاقه بهش پیدا میکنه، یعنی یه طبقه اجتماعی در واقع بسیار پایین، یه آدم غریبه توی یک جایی اومده با یه آدم دیگه آشنا شده، توی این آشنایی یه وصلت دو طبقه که دور از همن تلاش میکنن مثلا فرضون به هم دیگه نزدیک بشن. بعد توی حادثه ای که کاری پیدا کرده، کارش در واقع جنگلبانی هم هست اصلش، علاوه بر اون که با اون آشنا شده قبلا کار کرده، کارش توی جنگلبانیه و کارش در واقع اینه که توی اطراف قاچاقچی ها یا در واقع نگهداری از جنگل ها یا طبیعت. به مرور در واقع توی این ماجرا تصادفی رخ میده یا فکر میکنه تصادفی رخ داده، بعد مطمئنه که در واقع نه این کار نکرده، هوشیار تو این ماجرا وقتی میره سراغ قاچاقچی ها رو پیدا میکنه. این تن در واقع نزار و خونین این بچه باعث میشه که ناگزیر در واقع چند سال پیش که اون حادثه که رخ داد و یکی رو چال کرده رو بره بگه و از اینجا به بعد در واقع ساختار در واقع فیلمنامه ساختار یکی کم پلیسی تر میشه و اون باید مونه کاراگاه دنبال این باشه که کسی که این دختر رو قاتله در واقع رو پیدا بکنه، همزمان علاوه بر این که خودش هم قاتل میدونه. یه تصور در واقع دوگانه ای که توی فیلم ساخته شده معماری فیلمنامه رو در واقع میسازه و هر چقدر به صاحب ماشین و قاتل این بچه نزدیکتر میشه خودش هم در واقع دورتر میشه از این که بران قاتل در واقع اعلام وجود کنه، چون مدرکی براش ندارن ولی پرونده هر دوتا مفتوحه. پرونده این یکی با پیدا کردن قاتل بسته میشه، پرونده دوم همیشه در واقع در درون این مرد بازه و قراری میذاره دوره اون وسطی که قرار بود انجام بشه به تعویق افتاده، قراری با سحر میذاره، سحر تو اون قراری که میاد نمیاد و مادر سحر میاد و ماشین اونو میزنه و این مرد رو میبینیم که لنگان توی آب مه، شبیه اون مردی که در واقع آقای غفور این غفور در واقع توی مهی به سمت جایی که نمیدونیم کجاست داره میره. این فهمم رو دارم از در واقع فیلمنامه میدم. خب من فکر میکنم اینکه یه وقتی کاراکترها انگیزه های روانی دارن، انگیزه روانی شخصیت ها خیلی تفاوت داره با مسئله شون. مسئله پرابلم یا مشکل یا مسئله یه کاراکتر باش روبرو میشه و بار اول باش روبرو شده، هرگز با این روبرو نشده. انگیزه روانی میتونن شخصیت ها انگیزه روانی داشته باشن، یعنی اینکه من انگیزه دارم فرض کنم کسی رو پیدا بکنم، برای اینکه اگه پیداش نکنم خودم فرض کنم قاتل محسوب میشم یا در چیزی شریک میشم، ولی پرسش این که پرسش یا مسئله اینه که آیا من
جهانی که توش قبلا بودم و پنهونش کردم اگه آشکارش کنم تو جامعه میتونم زیست کنم، میتونم زندگی کنم. پرسش در واقع اصلی که در واقع تو این فیلم هست، من سعی میکنم توضیح بدم. به نظرم مسئله اصلی این فیلم نامه یا کاراکتره بهتره بگم، مسئله زنه. چرا میگم زن؟ اگه معماری فیلم نامه رو نگاه کنید، یه فیلم نامه یه هر جایی که فکر کردیم من زیاد حرف زدم یا زمان بودم، شما میتونید قطعش کنید. معماری این فیلم نامه یه معماری قرینه‌ایه، یعنی ما به ازای هر پدیدی پدیدی دیگه است، ما به ازای هر شخصیتی شخصیت دیگه است. ما با دو تا دختر در واقع اول طرفیم که به شکل معماری فیلم نامه توش هست. یکی که 15 سال پیش در واقع خاک شده، زن دختر دومی داریم در واقع که مثل قرینه توی فیلم نامه وجود داره، الان در واقع تصادف باش کرده شده. دو تا زن داریم، یکی در واقع مادری که خودش از دست داده و مادر زنی که در واقع در آینده میتونه داشته باشه. قرینه خودش با غفور، غفوری که در واقع یه آدم بیگانه بوده، اونم دوباره تو این شهر اومده و در واقع بعدن کم کم شبیه تبدیل میشه به غفور. در واقع اینم ست در واقع این معماریه، یعنی ستونهای فیلمنامه بر اساس شکلی از قرینگی در واقع ساخته شده. و سومی در واقع سحره که ما نمیدونیم کجا قراره، یعنی قرار در واقع اون وصلتی که انجام بشه این با سحر توی یک معماری قرار بگیرن که اتفاقا به نظر هرگز این معماری انجام نمیشه. این استراتژی فیلمنامه نویسان که پدیده‌ها رو توی ایده های شباهت کنار هم قرار دادن، یعنی آدم هایی که هر کدوم تو اون فیلمنامه هستن یه مابعضا دارن. مابعضای فرسان دختر خاک شده 15 سال پیش، دختری که الان تصادف شده، مابعضای غفور خود کاراکتر است، مابعضای مادر از دست رفته، مادر زنی که الان وجود داره، مابعضای در واقع خودش میتونه سحر باشه که در واقع همزمان در آستانه اینن که در یک روزی که آبان ماه این وصلت انجام بشه. یعنی در واقع همه چی به صورت قرینه یک ساختمونی از مفهوم خانواده رو در واقع بسازه. خب این رو توضیح دادم برای اینکه بگم که اون داستانی که میگیم با این معماری توی فیلمنامه ساخته شده و این معماری بسیار مهمه. خب توضیح دیگه ای که میدم این که خب این مسئله ای که داریم در موردش حرف میزنیم به مثابه مسئله کاراکتر، یعنی پرسش فیلمنامه هست، پرسش کاراکتر هم هست، به این معنا که چرا زنه؟ چرا مسئله این کاراکتر زنه؟ کاراکتر توی گفتگویی که با روانشناسه در مورد پدر مادرش حرف میزنه، از دیدن مادر محروم شده. دو، در اینه که محروم شده دختر نوجوانی که قبلا سالها پیش کشته اونم پنهون کرده. و سوم، الانم میتونه دروغ بگه، بگه نه نمیتونم این کارو بکنم. و همزمان با مادر در واقع دختر یا سحرم درگیری داره و همزمان هم در واقع با خود سحرم در واقع یک رویارویی داره. اگه دقت کنیم اطراف کاراکترها زنا وجود دارن و اون به نظرم فهمی از اون جهان زنانه نداره. قراره توی این فیلمنامه در جریانی که هست ما این فهم زنانه مرد رو تغییرش رو ببینیم که چطور به یه فهمی از زنا میرسه، همچنان که قرینش هم توی فیلمنامه هست طبیعته، همچنان که با طبیعت اختی داره چطور میتونه در واقع به زنها نزدیک بشه و وصلتی که قرار در واقع انجام بشه. به این خاطر میگم مسئله مرکزی این فیلمنامه زن. نکته دو که به نظرم اهمیت داره، توی روانشناسی مثل لکان یا فروید یه ایده جالب وجود داره. ایده از اینه که ما یه وقتی در واقع یه تروما یا حادثه مهمی برای کاراکتر اتفاق میفته، سعی میکنیم تلاش میکنیم فراموشش کنیم یا سرکوبش میکنیم به قول اونا، ولی همیشه امر سرکوب شده با سرعت بر میگرده. امر سرکوب شده این بومرنگ، ما پرتش میکنیم، اینجوری نمیری که در واقع جایی فراموش بشه، بلکه با سرعت دو برابر بر میگرده و تو صورت کاراکتر یا در واقع شخصیت میخوره، اون رو مسئله من تر میکنه. این ایده ای که در واقع توی فیلمنامه توی کاراکتر وجود داره، 15 سال پیش اگه اون اتفاق رخ داده و به نظر پنهونش کرده، تو به صورت رؤیاهاش بعد ما میبینیم. کابوس ها هر بار در واقع آرامش رو از اون گرفته، نمیتونه درست حسابی زندگی کنه، نمیتونه درست حسابی خواب داشته باشه. و نکته بعد زبان کاراکتر رو گرفته. کمترین چیزی که کاراکتر در طول زمان تو این فیلمنامه میبینیم که حرف میزنه با دیگران، انگاری در واقع با ارتباط در ارتباطی که با دیگران و جهان داره دچار لکنته، به خاطر این بحران یا اون ترومای اصلی که هست پیش از این رخ داده و میتونه در واقع برگرده و ناچاران زبون به زبون بیاره. برای همین لکنت گرفته و برای همین وقتی قتل دوم رخ
میده یا با جنازه دوم یا جنازه رو به مرگ در واقع دختر تازه رو میشه، ناچاران زبون باز میکنه، یعنی کاراکتر امر سرکوب شده بازگشته ناچاران باید سخن بگه و شروع میکنه حرف زدن و بیان میکنه. پیش از اینکه بگه من دنبال قاتلیم، میگه من قاتلم، یعنی خودش رو نامگذاری میکنه، خودش رو در واقع چیزی که پنهون کرده، در واقع مثل باستان شناسا میره چیزی رو که قبلا پنهون کرده میکاوه و میتونه گم باورس، نه بر اساس گمان زنی، دنبال شاهد هم هست که بگه من قاتلم. از اینجا به بعد ما با یه ساختار پلیسی توی این فیلمنامه روبرویم. این ایده خیلی ما رو نزدیک میکنه به ایده ادیپ توی نمایشنامه‌های کهن. شاید علاقمندی مثلا فرض کن آقای کوروشنیا تو حوزه نمایشنامه‌نویسی این امکان رو براش ایجاد کرده که با اون آشناس و اونا رو میفهمه، درک میکنه، میگه. توی نمایشنامه ادیپ، شاید اول نمایشنامه ای که توی یونان 500 قبل میلاد نوشته شده، ما با کاراکتری طرفیم. اولین درام پلیسی هم هست، ساختار کاراکتری که دنبال قاتلیه، باید قاتله رو در واقع پیدا بکنه، خودش به مثابه کارگاه دنبال قتله. ولی ماجرا اینه که توی ادیپ هر چقدر جلوتر میره و دنبال قاتل میگرده، قاتل خودشه. یعنی در طول اون درام ادیپ کارگاه یا کارگاه دنبال خودش انگاری میگرده، یعنی در پایان به خودش میرسه، یعنی چرخه یا لوپ یا در واقع جهان مدوری که تو اون نمایشنامه وجود داره، کارگاه هر چقدر جلوتر میره، خود به خودش در واقع نزدیکتر میشه. این نگرشیه که در واقع به امر سرکوب شده توضیح دادم توی این نمایه، توی این فیلمنامه وجود داره، به خاطر اینکه گفتم اون امر سرکوب شده یک بار دیگه برمیگرد و کاراکتر از لکنت به زبان در میاد و ناچاران باید سخن بگه، سخن میگه. و وقتی ساختار پلیسی شروع میشه، خود کاراکتر دنبال خودش انگاری میگرده برای اینکه نامگذاری کنه، در اینه که دنبال جستجوی ماشینیه که پلیس در واقع اون دختر رو زدن، همزمان دنبال در واقع خودش هم هست. به این خاطر پیش از اینکه کسی رو به مثابه قاتل معرفی کنه، باید اول خودش رو به عنوان قاتل معرفی بکنه. میخواد در عین اینکه دنبال خودش هست، دنبال زنم پاسخ برای قاتل زن در واقع میگرده. من به نظرم این بخش که در واقع توی معماری خود نمایشنامه وجود داره، فیلمنامه. نکته دیگه که بعد قطع کنم که بعد تو نوبت بعد بتونم تلاش کنم این فهممو بگم، یه وقتی در واقع گاهی وقت خیلی از جنگ هایی که اتفاق میفته توی تاریخ، علتش این نیست که الان یه کشور یا یه سرزمین یا یه فرهنگی به بحرانی با فرهنگ دیگه رسیده، گاهی وقت به خاطر مردگان پیشین این کارو میکنه. خیلی از جنگ ها به این دلیل اتفاق می افتن، به خاطر مردگان. زندگان امروز به این دلیل می جنگن و می میرن چون گذشته قبلا چیزی رخ داده است. این ایده ای که اینکه چطور گذشته می تونه اکنون ما رو تغییر بده، چطور گذشته کاراکتر در واقع الان جنگ و جدال و زندگی کاراکتر رو شروع می کنه به تغییر دادن. ما کافیه تو این فیلمنامه بخش اون گذشتهش رو اگه برداریم، فیلمنامه بسیار تنک میشه، از این بابت که اکت‌ها یا کنش‌های کاراکتر به عنوان از شخصیت اصلی بی‌معنی میشه. اون چیزی که در واقع نیروی محرکه اعمال کاراکتر تو این فیلمنامه به عنوان شخصیت اصلی، اون چیزی که مایه و نیروش از گذشته میگیره، گذشته‌ای که خودش مسکوتش گذاشته، گذشته‌ای که در واقع حفرش کرده. ناچار کاراکتر برای اینکه در واقع اکنونش رو تغییر بده، ناچار باید حفاری گذشته بکنه. تو این حفاری از در اینه که خودش اول به مثابه مجرم شناخته میشه، دوم اینکه میتونه خودش رو توی این مسئله یا جایی که به عنوان شخصیت بیگانه هست در واقع آشتی بده با اینجا، یا توی اینجایی که بنان یک بیگانه است موتن خودش در واقع احساسش بکنه. اگه دقت کنید توی فیلمنامه دو تا آدم هستن، آدمای بیگانه ای توی این فیلمنامه هستن. یکی غفوره که دور از همه، دور از شهر، کنار دریا داره زندگی میکنه، با کسی حرف نمیزنه، با کسی رابطه نداره. ما از طریق در واقع زندگی کاراکتر اصلیمون میتونیم زندگی غفور رو بفهمیم، چون هم یه نیروی بیگانه یا غریبه یا دیگری بوده توی این شهر اومده و طرد شده. ما از طریق در واقع این که کاری که کار شخصیت‌ها یا زنان یا آدم‌های اطراف یا پسرعموی سحر با شخصیت اصلیمون انجام میدیم، میدونیم که چطور یه طبقه کارگری که بیگانه هست رو یک طبقه که در واقع به نوعی یه ذره بورژوازی هم نزدیکه از خودش میرانه، از خودش دورش میکنه و در پایان شبیهش میکنه در واقع به غفور. من سعی میکنم توی نوبت بعدی یکم اینا رو بس بدم و توضیح بدم. با عرض معذرت ببخشید. خیلی متشکرم.
آقای کروشنیا بفهم خوش. چرا؟ دفاع کن از خودت. برای من اولا خب حرف دکتر باقری هم جذاب، چون اصلا خوشگلیه. نمیخواد آقا ما دیگه تو تئاتری ها صداشون توی سالن 100 نفر میرسه دیگه. ماجرا اینه که خوشگلی قضیه همینه، یعنی این که تو میتونی فیلم بسازی که تعویل پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه، بشه راجبش حرف زد و چیزایی رو ازش بشنوی که یا کمتر بهش فکر کردی یا فکر بهش نکردی یا ممکنه در ناخودآگاهت بوده، همینجور که ایشون اشاره کرد. من هم خیلی خیلی دوست دارم و میپسندم این مدل از تحویل رو. آره یه جاهایش راجع به اون تطابق‌ها یا چیزا یه نکات ریزی خودم دارم. من اینجوری فکر میکردم که اون نیروی محرکی در گذشته که ایشون میگه با زن را میفته با مسئله وجدانه، یعنی موقعی که یک چیزی توی این بیدار میشه. من یه توضیح بدم، 10 سال پیش یه تیکه از روزنامه حوادث رو برادرم به من داد، گفت که این خیلی خوبه برای فیلم نامه. یه اتفاقی تو شیراز افتاد تو سال 1390، یک نفر رفته پاسگاه تو شیراز و گفته که من 15 سال پیش یه دختر بچه رو کشتم و چالش کردم. گفتم قضیه چیه؟ گفته من سرباز بودم اینجا و از یه شهرستان دیگه می اومدم، پول نداشتم برگردم برم خونمون و توی این مسئله بودم که حتما باید پدر مادرم ببینم چیکار کنم چیکار نکنم. یه دیدم توی کوچه خلوتی یه دختر بچه گوشواره از گوشاش آویزونه. با خودم گفتم این گوشواره اگه در بیارم بفروشم بلیط میگیرم عید میرم خونه مادر پدرم، اینا برمیگردم حالا برای خانواده‌ام یه گوشواره فسقلی که اتفاقی نمیفته. و رفتم یواش سمت دختره و دستم گرفتم جلو دهنش و با اون یکی دستم گوشواره رو در آوردم و ولش کردم. دختره افتاد و فهمیدم خفه شده و چیکار کنم چیکار نکنم. اینو بردم یه خرابه این پشت بود، چالش کردم و رفتم و سربازیم تموم شد، ازدواج کردم و خدا یه دختر بهم داد. یه ذره رفتم جلوتر یه دختر دیگه بهم داد و دیگه تابم بریده، چون هر روز که من میام خونه و این دوتا دخترها رو میبینم دارم دیوونه میشم. اونا گفتن خب شاهدی چیزی داری؟ گفتم نه. کجاست؟ آدرسی داده بود. اینا گفتم اون منطقه تبدیل به بزرگراه شده تو این چند وقته. و اینا پشتون رفتون دیدن بله، مثلا فرض کن مثلا آزادگان ما یه بزرگراهی شد و مثلا نواب که دوره چیز بود از میگن خب اینو که اصلا نمیتونیم حفاری کنیم، به همین دلایلی که ما تو فیلم آوردیم چیکار کنیم؟ تحقیقات محلی. تحقیقات محلی میکنیم اصلا هیچ کی خبر نداره و اونا هم شک میکنن که خب شاید این اصلا دچار توهم شده یا مسئله ای داره و این هم اصرار میکنه و نهایتا به روزنامه میکنن، روزنامه سراسری که این مطرح میشه و هیچ کسی خبر نمیده. و دلیل عنوانش توی روزنامه حوادث این بود که این مرد پاسکا رو ول نمیکرد، میگفت تکلیف منو معلوم کنید، یک نفر باید وضعیت منو مشخص کنه، من دارم بیچاره میشم. من دیدم خب خیلی ایده درستیه، این چیزی که ما به شدت مثلا این قبلا خب تو برادران کارامازوف اومده، تو ببخشید جنایت مکافات اومده یا خیلی داستانه دیگه از این شکل، یعنی چیزی که اون مسئله‌ای که از 5-6 هزار سال پیش و بعد به 3 هزار سال پیش ادیان آغاز کردن این بود که آقا ما یه دستگاه فکری تولید بکنیم که بدون حضور چماق و قانون و قواعد
خود فرد یک سری از اخلاقیات رو رعایت بکنه، خود فرد ملزم باشه که حتی در تنهاییش. و من احساس میکردم اینو هرچی ما داریم جلوتر میریم، هم جامعه جهانی هم ما تو ایران که به خصوص قربونش برم خیلی انگار بهش نیاز داریم. و دغدغم روی این مسئله بود که، و خیلی جالب این که تلاش داشتم که فکر میکنم نشده تو فیلم، که اصلا مهم نیست این اتفاق واقعا افتاده یا نه، یعنی ممکن اصلا پسر دچار توهمه، ولی اینی که به ما گوش زد بکنه که ببین مسئله وجدان چیه، میتونی مسئله اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد. حالا ما یه خود پررنگتر به اینیم که افتاده، ولی فرض رو بر این بذاریم که اصلا نیفتاده. یعنی برای من مسئلهش مهم بود، طرح مسئلهش. یه خورده این شکلی من فکر میکردم راجع به قضیه. و اون تطبیق هایی که آقای باقری میده که تطبیق های خیلی درستیه. به هر حال میدونی وقتی ما کاری میسازیم دیگران باید راجع به، چون ما حرفمون رو پرده زدیم راجع به این تطبیق هایی که ما به ازای این بچه این وجود داره که خیلی درسته و یک چیزه از این، الان یکی دوتا از این چیزها فکر میکنم تطبیق نداره، مثلا مادر مادر زن یا یکی دوتاش، ولی این که تلاشی که ما اینو اینجوری بفهمیم یا فهم کنیم در تعویل و تفسیر، من فکر میکنم اتفاق درستیه، هرچند که ممکنه ما اصلا آمدانه به این سمت نرفته باشیم یا خیلی دقیق این کار رو نکرده باشیم، ولی که سعی کنیم این شکلی متن رو مورد بررسی قرار بدیم برای خود من هم جالبه. اصلا نکته اصلی فیلم هم همینه که همین مسائل باعث بشه که ما هم به عنوان مخاطب چه جدی چه عام یه مقدار به این مسائل بیشتر فکر بکنیم.